ذبح اسلامی احمدی نژاد در مقتل سیاست جمهوری اسلامی. شرایط این روزهای ایران افراد مختلف را در داخل حکومت به تکاپو انداخته است. برخی می‌کوشند تا همه چیز را آرام نشان دهند، انگار که هیچ اتفاقی در کشور نیفتاده است. به رغم آنکه صدای شکایت مراجع دولتی و غیر دولتی نیز به گوش می‌رسد، احمد خاتمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران با وقاحت هرچه تمام‌تر وضع کشور را عادی خواند و آن را بحرانی ندانست. و مگر مقتدایش سید علی خامنه‌ای پس از سخنان رئیس بانک مرکزی که شرایط ایران را با شرایط مسلمانان در شعب ابی طالب مقایسه کرده بود به اون نتاخته و شرایط ایران را چون روزگار مسلمانان در جنگ خیبر ندانسته بود؟ هرچند سخنانی از این دست میتواند گروه اندکی را که مصداق‌های اصلی کاریکاتور روزنامه شرق هستند همچنان در زمره هواداران ولی فقیه نگاه دارد. غمنان باعث می آید تا هیبت این فقیه بر جایگاه خدا نشسته به راحتی شکسته شود و بازیگران پشت پرده جمهوری اسلامی نیز از این موضوع به خوبی باخبرند. به همین دلیل بازی دیگری را آغاز کردند. در این بازی احمدی نژاد و گروهش هدفهای اصلی هستند. بنابراین در نبود رئیس جمهور، جوانفکر مشاور مطبوعاتیش راهی زندان می شود و زمزمه های بازداشت محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد دوباره به گوش می رسد. بیشک تاختن به احمدی نژاد و گروهش تنها به سبب مسائل اقتصادی و شرایط بد فعلی نیست. اقتدارگرایان از یک سو از بازگشت احمدی نژاد به قدرت در لباس رحیم مشایی در هراسند. هرچه باشد احمدی نژاد خیال ماندن در عرصه قدرت را دارد و کارهایی را هم شروع کرده است. و از سوی دیگر از واکنش‌های مردم در این ایام و پس از آن در انتخابات آینده. به همین دلیل احمدی نژاد خود به خود به یک مهره سوخته تبدیل و بخشی از کشمکش‌های موجود نیز از همینجا آغاز می‌شود. رئیس جمهور نمی‌خواهد و نمی‌تواند بپذیرد که با او چنین رفتاری بشود. هرچه باشد او جز این اواخر که سرکشی آغاز کرده همواره بلندگوی رهبر ایران بوده است و مواضع ایشان را در مناسبات مختلف داخلی و خارجی بیان کرده است. تا جایی که آیت الله خامنه ای از عدم نگرانی خود درباره سخنان رئیس جمهور محبوبش در مجامع بین المللی نیز سخن گفته بود. با این همه حذف احمدی نژاد برای حکومت فوایدی داخلی و خارجی دارد. از این رو نمیتوان آن را نادیده گرفت. در عرصه خارجی جمهوری اسلامی می‌خواهد به دنیا نشان دهد که یک رئیس جمهور افراطی را البته با رأی مردم کنار گذاشته و چهره موجه‌تری را به جایش گماشته است. در داخل هم می‌توان مردم خشمگین به جان آمده از گرانی‌ها را آرام سازد. علاوه بر این رهبر انقلاب نیاز دارد چون گذشته به لایه‌های پنهان قدرت بخزد و چون روزگار احمدی نژاد چهره عریان نکند. با این کار فشارها از روی رهبر هم برداشته شده و او بدون فشار افکار عمومی در پس پرده همچنان به بازیگری خود ادامه خواهد داد. بنابر آنچه آمد، شخصی که پس از احمدی نژاد به قدرت میرسد باید مواضع معتدلتری داشته باشد و یا حداقل دنیا او را به چنین خصایصی بشناسد. از سوی دیگر در داخل نیز از مقبولیت فراوانی برخوردار باشد. به نظر می رسد در شرایط فعلی چاره ای جز برداشتن حمایت از اصولگرایانی نظیر احمدی نژاد و گروهش نیست. اما نظام نمی تواند دوباره خود را با اصلاح طلبانی درگیر سازد که با عملکرد این سالهای احمدی نژاد با توپ پرتری به میدان خواهند آمد و رهبر را مجبور به عقب نشینی های فراوان خواهند کرد. بنابراین در اوضاع فعلی هاشمی رفسنجانی بهترین گزینه می تواند باشد. این گزینه بنابر شرایط آینده می تواند جای خود را به گزینه دیگری بدهد، ولی در شرایط کنونی چنان که آمد از چند جهت برتری دارد. در سالهای گذشته هاشمی رفسنجانی همواره نشان داده که با نوع عملکرد احمدی نژاد موافقت ندارد. به همین دلیل آماج حملات او و طرفدارانش قرار گرفته است. نوع نگاه هاشمی می تواند باعث مهار احمدی نژاد و جریان به اصطلاح انحرافی بشود و ریشه های آنها را بدون دخالت رهبر خشک کند.
این کار هرچند دشمنی گروه احمدی نژاد را با هاشمی چون گذشته برقرار نگاه می دارد، دامان رهبر را از ریشه‌کنی این گروه که از شاهکارهای رهبر جمهوری اسلامی است منزه جلوه خواهد داد. بنابراین رهبر می تواند باز چهره فراجناهی را برای خود تبلیغ کند. دلیل دوم نجات کشور از سقوط است. رهبر ایران که از خودسری‌های احمدی نژاد خسته است، می‌خواهد در عمل به کسی میدان بدهد که با نجات کشور از این اوضاع آشفته، احمدی نژاد طالب قدرت را نیز بر سر جایش بنشاند. هرچه باشد امثال رفسنجانی که از بیرشگانی چون احمدی نژاد بیشتر به ولایت فقیه التزام دارند. برقراری آرامش به خودی خود باعث تخریب احمدی نژاد و خلاص شدن از دست این مار پرورش یافته در آستین هم می‌شود. در واقع طرفداران رهبری می‌خواهند نشان دهند که احمدی نژاد مقصر اصلی همه حوادث پیش آمده سیاسی و اقتصادی و در یک کلام فلاکت بار فعلی است و به رغم داشتن حمایت‌های همه جانبه رهبر به سبب بی‌لیاقتی نتوانست از موقعیت‌ها برای پیشرفت کشور استفاده کند. بنابراین هاشمی حکم تطهیر دهنده برای آیت الله خامنه ای را نیز خواهد یافت. حضور هاشمی که پیش از این از آزادی زندانیان سیاسی سخن گفته بود، باعث آزادی آنها هم می شود. این کار اگرچه بر محبوبیت بیشتر هاشمی می افزاید، چهره احمدی نژاد را بیش از پیش خراب خواهد کرد. زیرا همه این زندانها در روزگار او اتفاق افتاده است و علاوه بر این، جمهوری اسلامی بالاخره راهی برای نجات یافتن از این استخوان در گلو پیدا می کند. رهبر ایران هم نشان خواهد داد چنان که تبلیغ می شد مسبب زندانی بودن آنها نبوده است، چنان که با تغییر رئیس جمهور زندانیان نیز آزاد شده اند. دلیل دیگری که هاشمی را به چهره خواستنی تبدیل می کند تأکید او بر دولت وحدت ملی است. بنابراین او اگرچه بیشتر دل در گرو اصلاح طلبان دارد، با اصولگرایان و منافعشان نیز بیگانه نیست. هاشمی میتواند پراکندگی های موجود را سامان بخشد و بر طول عمر جمهوری اسلامی بیفزاید. با توجه به دلایلی از این دست و نوع رفتار رهبر و احمدی نژاد با هاشمی در سالهای گذشته، قهرمان سازی از او ضرورت مییابد. زندانی شدن فرزندان هاشمی را میتوان در همین راستا تحلیل کرد. این نکته را از تعریف‌ها و تمجیدهای موافقان هاشمی در چند روز گذشته میتوان دریافت. هرچند در این باره به قطعیت نمیتوان سخنی گفت، اما سخنان فائزه هاشمی که میخواهد در زندان بماند و در 6 ماه دوران حبس کتابی را نیز ترجمه کند نشان میدهد نباید این حبس از جنس حبس دیگر زندانیان سیاسی باشد. جمهوری اسلامی با این قهرمانسازی ها احساسات مردم ایران را نشانه گرفته است. بازی با احساسات ایرانیان و کشاندن دوباره آنها به صحنه انتخابات برای جمهوری اسلامی زمینه تبلیغی را برای مشروع جلوه دادن خود فراهم می آورد و تا مدت ها آبها را از آسیاب می اندازد. بنابر آنچه آمد، بازیگران پنهان جمهوری اسلامی عزم خود را جزم کردند تا احمدی نژاد را سپر بلایی برای تصمیمات اشتباه رهبری قرار دهند که جز خواص با بصیرت خود حاضر به کنار آمدن با هیچ کس نیست. کیست که نداند امروز اگر ایران بر لبه شمشیر قرار دارد، تمام و تمام حاصل بی تدبیری های همین رهبر خودکامه است. رهبری که به رغم مشکلات هفته‌های اخیر خود را به بیخبری زده و در دیدار با نخبگان همچنان درباره پیشرفت‌های کشور قصیده سرایی می‌کند. احمدی نژاد فرزند خلف انقلابی است که در همه این سال‌ها جز خرابکاری چیزی برای عرضه نداشته است. احمدی نژاد دست پرورده همین نظام است. قربانی کردن او در واقع قربانی کردن رهبری است که به رغم فریاد ایرانیان از رئیس جمهور محبوبش حمایت کرد و نظراتش را نزدیک به خود دانست. چرا امروز کسی همین سخنان رهبر را به یاد نمی آورد و او را مؤاخذه نمی کند؟ بازیگران پشت پرده که حساب همه حرکات این صفحه شطرنج را کردند، از این موضوع غافل بودند که تخریب احمدی نژاد تخریب همه کسانی است که تا دیروز از او حمایت می کردند. احمدی نژاد نماد بیکفایتی نظامی است که سالها بر مال و جان مردم چنبره زده و حاضر به اعتراف به خطا نیست و برای مبرا داشتن خود از زیر دستان قربانی می گیرد. امروز علاوه بر مردم ایران، دنیا نیز باید بداند تغییر اشخاص در جمهوری اسلامی به معنای تغییر دیدگاه های انقلاب اسلامی نیست.
زیرا تصمیم گیرنده اصلی این نظام رهبری است که حاضر به کنار آمدن با مردم ایران و دنیا نیست و تنها به حفظ نظامی می اندیشد که ریشه هایش از خون جوانان آن مملکت آبیاری شده و می شود. در همه این سالها احمدی نژاد سفیر و سخنگوی جمهوری اسلامی بوده است، سفیری که می‌خواست پیام‌های انقلاب را به همه دنیا صادر کند و مگر آیت الله خمینی همین اندیشه را در سر نداشت؟ در یک کلام، مگر احمدی نژاد آینه تمام نمای جمهوری اسلامی و سیاست‌هایش نبوده است؟ اما رهبر ایران امروز دیگر به این بلندگو نیازی ندارد، کاری که پیش از این با هاشمی رفسنجانی کرده بود. آیا می‌توان به چنین کسی اطمینان کرد و به جای سخن گفتن با مردم ایران و مذاکره با آنان بار دیگر به نماینده او دل خوش بود؟ نماینده‌ای که به شکلی دیگر به دنبال تبلیغ اندیشه های اوست. امروز چاره مردم ایران نجات از این نظام خودکامه و استقرار دموکراسی است، وگرنه مادام که ولایت فقیه بر تخت قدرت در ایران تکیه زده، میان احمدی نژاد، هاشمی و یا هر کس دیگر تفاوتی وجود ندارد. ونکوور، جمعه 5 سپتامبر سال 2012. بازخوانی مقالات دکتر بهروز بهبودی.